خلیل صدیق رئیس بانک مرکزی برای بحث بیشتر اینجا در استودیو با ما هستن. آقای صدیق خوش آمدین. تشکر. علت اساسی بلند رفتن قیمت دلار در مقابل ارز افغانی گذشته از تنش‌های سیاسی و مشکلات سیاسی و بعض مشکلات دیگر در عرصه مالی در چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام به شما و همه بیننده‌های بسیار محترم تلویزیون طلوع. ببینین اصلا ارزش هر پول یک کشور اساس تثبیت ارزشش مربوط به وضع اقتصادی از کشور است. هر اندازه که پتانسیل اقتصادی تولیدات در اون کشور بیشتر باشه و یک کشور باعث یک کشور صادرکننده بسیار امبال باشه، این خودش صلابت و ثبات و بلند بردن ارزش پول از کشور را تأمین میکنه. اساس عمده یعنی اصول اساسی اقتصاد میره در پهلوی مسائل اقتصادی، البته عوامل اجتماعی، بحران‌ها، تشنجات، اینا عوامل هستند که تأثیرات فصلی یا کوتاه‌مدت میتونن سر بلند رفتن یا پایین آمدن نرخ اسعار بکنن یا نرخ پول از کشور در برابر پول‌های جهان دیگر. این یک اصل عمده در کل دنیا هست، این منحصر به افغانستان است. مشکل افغانستان، ما یک کشور وارداتی هستیم. یک تفاوت بسیار بزرگ، یک خلای بزرگ بین ارزش واردات و ارزش صادرات کشور وجود دارد. ما حدود ممکن حدود 90% کس بیلانس تجارت داریم. معنی است که ما سالانه ممکن در حدود 700 میلیون دلار صادرات ما باشه. معکوس حداقل 7 تا 8 میلیارد دلار ما واردات داریم. بنابراین معنی از این است که تقاضا برای اسعار، برای آوردن اموال از بیرون به مراتب بلندتر از چیزی که صادرات ما میاره. به این اساس میشه که قانون عرضه و تقاضا اینجا کار میکنه و عمل خودش شروع میکنه. تقاضا زیاد شد و قرضه شما نداره، قیمت ها بلند میره. این یک اصل اساسی مسائل اقتصادی در هر کشور است و در افغانستان هم است. ما هم در طول چندین ساله ما تنزیل ارزش افغانی در برابر دلار داشتیم که باید می داشتیم به نبوز افغانستان. اما اگر یک مقایسه بکنیم با نظرداشت مشکلاتی که در افغانستان در عرصه خصوصا 16 سال یا وجود داشت با کشورهای همسایه که اونا از یک مشکل مواجه نبودن، ما به این میرسیم که ما از یک ثبات کاملا بهتر از برخورد هستیم. بین به ارقام بریم، چای اقتصادی رو باید به ارقام صحبت، به زبان ارقام صحبت بکنیم. به نرخ تورم در نظر بگیریم، یعنی انفلاسیون. ما قوس امسال در طول سال ما یک انفلاسیون 3.08 داشتیم. خب پیش از اینکه به این جواب بپردازین، آیا امین نرخ تورم که ما امسال داریم 3.08 ای از لحاظ اقتصادی خوب است یا بد؟ آره، برای شما عرض میکنم، هیچ کشور در جهان نیست که انفلاسیون صفر باشه، امکان پذیر نیست. اما معمولا در کشورهایی که مثل ما هست، اگر شما انفلاسیون یک خانه ای دارین، سنگل دیجت میگین شما 1 2 4 5 6، این بهترین حالت هست. یعنی به نظر من و از لحاظ اقتصادان هم، اگر ممکن دوستایی که اقتصاد میفهمن نام بشن، در حالات افغانستان که شما 30% رشد قیمت ها را دارید، انفلاسیون دارید، این حالت بسیار خوب است. یعنی ما در حالت بد قرار نداریم، ما تولید نداریم، ما و این انفلاسیون هم یک بخشش انفلاسیون وارداتی است، چون ما زیاد وارد میکنیم. بنابراین اگر در کشورهایی که ما از وارد میکنیم قیمت ها بلند میره، ما انفلاسیون هم در پاروی جنس وارد میکنیم، قیمت بلند هم وارد میکنیم، یعنی انفلاسیون هم وارد میکنیم. کشور همسایه ما پاکستان انفلاسیون دو 4.57 بود، در ایران 9.6، در هند 4.88، ترکیه 11.92. ما این کشورهایی را به خاطر افتیم که زیادتر رابط اقتصادی ما به میاد داریم. ببینین اگر این را مقایسه کنیم که اونا از لحاظ وضع اقتصادی به حالت بهتر از ما قرار دارن، از لحاظ اجتماعی هم، از لحاظ اوضاع، ما در حالت خوب هستیم. خب شما در هفته، بخاطر که وقت بسیار کم داره، شما در هفته چند بار و چقدر دلار به بازار عرضه میکنین و این پول از کجا تدارک میکنین؟ ببینید ما فعلا در هفته 3 روز لیلام اسعار داریم و این فرق میکنه که در هر مرتبه ما چقدر لیلام میکنیم مثلا نظر به وضع بازار. مثلا ما به شما بگم، مثلا ما در ماه قوس، ما قوس امسال 291 میلیون دلار فروختیم، در 18 روز ماه جدی 171 میلیون فروختیم. این مبلغ کم نیست. خب تقاضا اینجا وجود داره که باید ما زیاد بفروشیم.
ببینید که دوستای کال ماشین از صرافی گفتن که چون در پاکستان نرخ بلند رفته کلدار را می دلار میخرن، ما مکلفت نداریم که کشور همسایه سبسیدی کنیم و دلار برای ذات تهیه کنیم. این عادلانه خود بود. ما باید با ذخایر اثاری خود کاملا با مسئولیت برخورد بکنیم، دقیق برخورد بکنیم. و یک حرف دیگر رو باید بگویم که پالیسی بانک مرکزی این نیست که نرخ دلار فکس نگاه کنه که اینی مبلغ یا 60 یا 70 یا 80. پالیسی ما این هست که ما از تمواجات لجام‌گسیخته و سریع اسعار اگه وجود به او را باید اجازه بدیم. ما از فروش اسعار به یک وسیله پولی استفاده میکنیم، نه به خاطر اینکه ما یک رقم داشته باشیم پیش بانک مرکزی که باید دلار از این بالا نره. این تو حرفی نیست. خب پول از کجا تدارک میشه؟ ببین ما اوایل داریم. این کمک های خارجی که میآید همش این خریداری میشه، این ذخایر مرکزی بانک مرکزی است. ما باید برای اطمینان مردم کشور خود بگویم با تمام مشکلات ما ذخایر ناخالص اسعاری ما میاره 8.1 میلیارد دلار است. معمولا در کشورهایی که ارزش 3 ماه واردات خود از ذخایر داشته باشن حالت مطلوب است. ما حدود 1 سال ارزش واردات خود داریم. خب قسم که در گزارش گفتین شما ذخایر ارزی افغانستان ناخالص گفتین، این به چی معناست؟ معنی است که اگر حسابات فرض کنید دولت پیشان از بسار اگور از پیش بکشید، درسته؟ به خاطر اینکه شما برای بانک مرکزی در وقت با پیسی خود میرین، شما اگر خالص بگیرین در حدود 7.3 7.4 میلیارد است که بالکل مربوط به افغانستان بانک است. ما از لحاظ ذخایر اسعاری به خود کاملا به حالت خوب هستیم. و یک موضوع دیگر بگم که همی رشد قیمت دلار اینا یک موضوع فصلی هست، مطلقا عوامل مختلف داره. ما برای شما عرض کردم یکی اخیر سال، معمولا در اخیر سال چون مصارف بودجه باید یا بودجه انکشافی قراردادی هایی که وظایف انجام دادن پروژه ها را پیش بردن، دولت مکلف است پولشان را برشان بده. معمولا در آخر سال داده میشه پول زیاد مبرای افغانی، این تاثیر خود داره. شک نیست که در این دو ماه اوضاعی که در ایران آمد، اوضاعی که در پاکستان آمد، در پاکستان 6% کلدار در خود ارزش داده بخاره دلار، ما 4% هستیم. بنابراین ما طبیعی است که تقاضا برای دلار زیاد پیدا میشه. اما این فصلی هست، این موضوعی نیست که به دوامدار باشه. ما تا جایی که به بانک مرکزی تعلق داره، بانظرداشت حفظ ذخایر اسعاری خود که ما ذخایر استراتژیک از این کشور است. و دومی که ما از لحاظ قانون اساسی ما پیرو اقتصاد مارکت و آزاد هستیم. در اقتصاد آزاد قیمت همه چیز مارکت تعیین میکنه. قیمت برنج مارکت تعیین میکنه، قیمت مواد خوراکی هم پوشاکی هم. و دلار اگه شما بایس یک جنس بگیریم مارکت تعیینش میکنه چقدر تقاضا برش وجود داره و چقدر ارزش رو بتونه. خب آقای صدیق، با دلیل که وقت خیلی کم داریم، این مشکل بالاخره ایجاد شده که ارزش افغانی کاهش پیدا کرده مقابل دلار و بیشتر تاثیر و فشار بالای کسایی وارد میکنه که درآمد ثابت داره. حالا برنامه و تدابیر شما به خاطر اینکه دوباره ارزش افغانی در مقابل دلار بلند بره چی است؟ ببینید شما، اول خواهم عرض بکنم که تنها قیمت اسعار شما اصاف کردیم در کشوری که در این حالت ما 3% انفلاسیون داریم، مطلوب ترین حالت هستیم ما و حالت خراب نیستیم، در حالت بسیار خوب هستیم. حالت نیست که مردم مضطرب شوه تشویش بکنه. ما وظیفه بانک مرکزی ثبات قیم است که وی امین انفلاسیون است. خیلی وقت کم داریم. بنان انفلاسیون در حالت خوبی خود قرار داره و یک ارزش افغانی مربوط به اینکه چه وقت ما تولیدات ما زیاد بشه، آرامش که در کشور می تشنجات اضافی ایجاد نشه، اعتماد مردم به افغانی قوی میشه. تشکر از حضورتان در برنامه آقای صدیق.